نزدیک به دو ماه است که از کودتای نظامی در کشور میانمار میگذرد و اوضاع در این کشور به گونه پیش می رود که ممکن است میانمار آبستن حوادث خونین تری باشد در همین راستا نماینده سازمان ملل هشدار داد اگر شورای امنیت کاری نکند خطر راه افتادن جنگ داخلی در میانمار جدی است و راه افتادن حمام خون قریب الوقوع است همکارم علی اکبری گزارش می دهد از زمان کودتای نظامی و برکناری آنگسان سوچی در اول فوریه تا کنون بیش از 520 نفر در تظاهرات میانمار جان خود را از دست دادن. نماینده سازمان ملل در میانمار در جلسه غیرعلنی شورای امنیت گفت من از این شورا درخواست می کنم تا تمام ابزارهای موجود برای اقدام جمعی و انجام آنچه درست است و مردم میانمار شایسته آن هستند و جلوگیری از بروز یک فاجعه چند بعدی را در نظر بگیرد و افزود اگر فقط منتظر باشیم تا آنها برای گفتگو آماده شوند و با نظامیان گفتگو کنیم فاجعه رخ می دهد بنابر این گزارش چین متحد اصلی میانمار اعلام تحریم های شورای امنیت علیه میانمار را در نشست این شورا رد کرده است بر اساس بیانیه ای جون، سفیر چین در این نشست گفت فشار یک طرفه و تحریم یا سایر اقدامات اجباری فقط باعث تشدید تنش و رویارویی می شود و وضعیت را پیچیده تر می کند و به هیچ وجه سازنده نیست. این ادعای چین در حالی است که همکنون حکومت در دست ارتشیان کودتا چیست. نیروهای ارتش که پیش از این با مسلح کردن شبه نظامیان و بوداییان افراطی مسلمانان روهینگیا را در سایه سکوت دولت پیشین میانمار به خاک و خون کشیده و یا آواره کردن و حالا روی قدرت طلبی خود را به دولت آنگ سانسوچی نشان دادند گفتنی سوچی 75 ساله از زمان برکناری در ملعه عام دیده نشده اما یکی از اعضای تیم حقوقی وی برای ملاقات تصویری با وی به یک مرکز پلیس احضار شده است. سرکوب ها در میانمار تا کنون جان بیش از 500 غیر نظامی را گرفته و صدها مجروح بر جای گذاشته است. این امن شدت نارضایتی مردم را بیشتر ساخته و میتواند این کشور را وارد مرحله خطرناکی نماید.